جهانی گردن جشن نوروز در تشکل آبی رسم و اونهای ملتی کهن فرهنگ تاجیک قدمی نگذاشت، زیرا تاجیکان با ایوی این جشن اجدادی امکان پیدا نمودند که مدنیت و فرهنگ خویش را به بیرون از کشور معرفی نمایند. جشن باشکوهی نوروز فرخنده پی را استادان و دانشجویان کالج تپی شهر کلاب به نام رحمت الله رحمزاده عزیز با حس افتخار از فرهنگ بای پرغنوت ملت تاجیک با رعایت آیین‌های اجدادی با شکوه و شهامت خاص استقبال کردند. بخشیده به این جشن تاریخی با دستگیری مسئولین کالج مذکور، نمایشی دستاورد و احیای هنرهای مردمی تشکیل کرده شد که در آن استادان و دانشجویان نمونه محصولی دستی خویش، تعام‌های ملی و محصولات از ارد و رستنی‌های شفابخش وطنی آماده کرده را به نمایش گذاشتند. واقعا هم نوروز خواجه‌سپید در طول تاریخ بیش از 6000 ساله خویش در حیات معنوی معرفتی ملت تاجیک نقش و موقعی خاص داشته، برای خوشنوسی زیبایی پرستی فیض و برکت بخشیده است. با این چورابینی فرهنگی اگر از یک طرف قرائت شعر و رقص تراوت بخشیده باشد، از طرف دیگر لباس ملی از جمله چکنه و زردوزی های ایوگرده این بزمگاه را باز هم رنگین تر نمود. جشن بهار و نوروز نه تنها در ایوی رسم آیین، بلکه در آماده کردن جوان دختران به اولا و اولاداری و حیات مستقل موقع خاص دارد. ضمن بازدید از گوشه نمایشگاه، مسئولین و مهمانان مسئولی دسته بانوان را در ایوی رسم آیین های مردمی مفید ارزیابی نموده، ابراز داشتند که نقش و موقع بانوان در برابر هنر آموزی در دانش آموزی فرزندان نیز موقع خاص دارد. پس از بازدید گوشه نمایشگاه، روبرات کالج طبی حاضرین را به این صحنه تاریخی تبریک و شادباشی نموده، تاکید داشتند که با شرافت استقلال و وحدت ملی رسم و آیین های اجدادی احیا گردید. در انجام چورابینی به یک قطار استادان و دانشجویان که در تعلیم و تربیت و کارهای جامعتی سهم ارزنده دارند، افتخارنامه و سپاسنامه و دیگر تحفه‌ها تقدیم گردیدند. برنامه فرهنگی عبارت از شعر و سرود در وصف بهار و نوروز و رقص‌های دلاشوب پیشنهاد کرده شد.